سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه پروژمون و این جلسه میخوام روی ولیدیشن فرم ثبت نام کار بکنیم، چون احتمالا کارمون طولانی میشه. خیلی سریع بریم سراغ کارمون و تو این ولیدیشن ایجسته. خب اوکی، اول میام چیکار میکنم؟ اول میخوام به ازای بچه تک تک مقادیری که من داخل فرم ثبت نامم دارم یه استیتی تعریف کنم برای خطاش، مثلا خطایی که تو ایمیل دارم، خطایی که تو پسورد دارم. پس میام اینجا قبل از این یوز افکته، خب یه تعریف میکنم const، اسمشو میذارم errors، set errors مساویه use state، که یک آبجکت بزرگه، یه آبجکت بزرگه که به ازای هر کدوم از اون مقادیری که من بالا دارم یه دونه ایرور خواهم داشت که یک آرای است. همین رو بر بقیهش هم انجام بدیم. من ویدیو رو پاز میکنم تا اینو کامل بنویسم. خب این میشه خطاهام برای تک تک اون المان هایی که داخل استیت اصلیم دارم. حالا میام چیکار میکنم؟ یکی دیگه هم عین همین درست میکنم، اینو میذارم اسمشو dirty. این برای مواقعی استفاده میشه که کاربر من چیزی رو دستکاری بکنه خلاف اون چیزی که بهش گفته شده. حالا جلوتر توضیح میدم منظور دستکاری چیه. فالس. خب پشت سر اینا، یعنی بعد از اینا، یه دونه استیت دیگه تعریف میکنم به نام مسیج. این میشه اون پیغامی که قراره اگه خطایی رخ داد نمایش بدیم، که مقدار اولش یه استرینگ خالی میذارم. خب set message اوکی. بریم سراغ فانکشن ولیدیتمون. const validate این فانکشنیه که وقتی در حقیقت خطای رخ میده، وقتی که فرمو سابمیت میکنم اجرا میشه. خب میام اینجا یه ولیبه تعریف میکنم const، یا let بزنم let errors data، یک آبجکته. خب بریم سراغ قسمت ایمیل. ایمیل errors data dot email مثلا یک آرایه میذارم. اولین خطایی که احتمال داره برات ایمیل رخ بده اینه که طرف ایمیل رو خالی بذاره. ایمیل can't مثلا blank. تو این حالت میگم اگر state dot email، اگر ایمیل من خالی بود در اون صورت چیکار کن؟ errors data dot email dot پوش کن بهش یه آرایه است دیگه. میگم اینو داخلش پوش کن، ایمیل can't be blank blank. پس اگر ایمیل من خالی باشه یه همچین پیغامی رو میره داخل اون ارور دیتای من قسمت ایمیلش اینو وارد میکنه. خب حالا بعد از این بحث بعدی، ایمیل باید یه فرمتی داشته باشه. یه دونه اولش قسمت یوزر، یه ادسان، یه دامین نقطه کام، یا مثلا آی آره هرچی که هست. اینو از کجا میتونم پیدا بکنم؟ تو گوگل سرچ کنید ایمیل ریجکس، با رگولر اکسپرشن می نویسن. تو گوگل بزنید میاد براتون. حالا من اینجا می نویسم که داشته باشید. کانس ولید
ایمیل رجکس مساویس با. خب بذار من تو گوگل اینو پیدا کنم. خب این میشه بچه ها رجکس ایمیل آدرس، ایمیل آدرس ولید. حالا میام میگم اگر state.email وجود داشت، یعنی کاربر من ایمیل رو وارد کرده بود، در اون صورت چک کن ببین valid email address.test state.email. اگر خطایی بده میریزم داخل errorsdata.email.push، خطای جدید پوش میکنم proper email address is expected. پس میره تست رو انجام میده ببینه آیا ایمیلی که من وارد کردم با این فرمتی که اینجا مشخص کردم همخونی داره یا نه. اگر همخونی نداشته باشه این پیغام رو داخل قسمت ایمیل خطام ذخیره میکنه. خب بریم سراغ پسورد. این ایمیلمون تمام شد. خب برای پسورد من دوباره همین رو کپی میکنم، دقیقا همین رو بچه. خب فقط اینو میکنم پسورد. از یه تغییر دیگه هم داره پسورد. این میشه پسورد. بعد این میشه پسورد. هر جا ایمیل داریم بکنیش پسورد. اینو باید درستش کنیم. پسورد، پسورد، پسورد. خب اگه پسورد رو خالی وارد کنه پیغامی که میدیم اینه password can't be blank. پس can't be blank. بعد خب رجکسش هم فرق میکنه. دوباره یه چیز جدید باید بنویسم. من ویدیو رو پاس کنم اینا پیدا کنم. خب این میشه رجکس مربوط به پسورد که اگه پسورد رو طبق این فرمت نظر باید یه پیغامی بهش بدیم مبنی بر این. پیغام اینه پسورد باید شود باید بین 6 تا 15 کرکتر باشه، کرکتر، و حداقل یه دونه اپر کیس توش باشه، اپر کیس لتر، یه دونه لوور کیس لتر و یه دونه دیجیت. این قاعده که باید برای پسورد رعایت بشه. خب برای فول نیم بعدش میشه فول نیم. این یه تیکر رو فقط کپی کنید چون ریجکت دیگه برای فول نیم نداریم ما. فول نیم فول نیم بود اسمش. آه فول نیم. فول نیم خب این هم میشه فول نیم. فول نیم فول نیم فول نیم همین. این هم میتونیم جدا کنیم. چیزی که درسته همه چیش درسته انشالله دیگه. خب همینو برای تاریخ تولد هم درست کنیم. میام برای تاریخ تولد و جنسیت هم باید درست کنیم. تاریخ تولد میشه این. Date of birth. Can't be blank. خب همینو برای جنسیت درست میکنم.
جنسیت. جنسیت، 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 جنسیت. خب و فقط پیغامش رو عوض کنید، چون چیزی که وارد نمیکنه انتخاب میکنه. پلیز سلکت یا زن یا مرد. خب برای کانتری هم همچنین کانتری پلیز سلکت کانتری. خیلی عالی. و در آخر هم همه این ولیدیشن ها که انجام شد ست ارورز رو فراخونی میکنم، این ارورز دیتا رو میریزم داخلش، یعنی تمام خطا رو جمع میکنم میریزم داخل ارورز، استیت اصلی ارورزم. خب این ولیدیشن من انجام شد بچه، این میشه کل فانکشن ولیدیشن من. حالا این ولیدیشن من کی باید انجام بشه؟ ولیدیشن من کی باید اتفاق بیفته؟ ولیدیشن من دو جور میتونیم انجام بدیم بچه. چی میگین؟ آهان ولید اینو دوباره نوشتم بچه ها. ولید ایمیل ریجکس، این میشه ولید پسورد ریجکس. خب من میتونم به دو شکل این ولیدیشن رو باعث بشم که فانکشنش اجرا بشه، یا یه دکمه بذارم اون پایین، دکمه سابمیت بذارم، یا یه کاری کنم هر بار که یکی از این فیلدها عوض میشه ولیدیشن اجرا بشه. وقتی بچه یکی از این فیلدها عوض میشه چی من عوض میشه؟ در اصل ایمیل من عوض میشه، در اصل چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که مقدار استیت هم عوض میشه، صفحه دوباره ریلود میشه. وقتی صفحه ریلود میشه چی اجرا میشه؟ یوز افکت. پس میام اینجا، اینجا قبل از این یوز افکت یه یوز افکت دیگه می نویسم، میگم که فانکشن ولیدیت اجرا بشه. کی اجرا بشه؟ فانکشن ولیدیت اجرا بشه زمانی که دپندنسیشو میذارم استیت هم عوض شد. پس هر وقت که مقدار این استیت من چیزی عوض بشه، اینا یکی از اینا عوض بشه، باعث میشه که این فانکشن ولیدیت اجرا بشه. اوکی، بدون اینکه نیاز بشه من دکمه سابمیتی چیزی بذارم. خب حالا خطا رو من کجا نمایش بدم؟ خطا رو بعد از این رجیسترم نمایش میدم. یه یو ال میذارم با کلاس تکس داش دنجر، میگم برو از آبجکت استفاده کنم، آبجکت آبجکت دات کیز ارورز. میگم برو روی کلیدهای ارور مپ بزن. کلیدهای ارور چیه بچه ها؟ ایناست کو ارور، اینا کلیداشه. اینا میگم برو روی اینا مپ بزن، رو هر کدوم از این کلیدها یه مپ بزن. خب کجاست اینا؟ میگم برو رو هر کدوم از اونا یه مپ بزن. خب به ازای هر کدوم از اون المان ها اسمشو میزنم کنترلر، بذار هر کدوم از اونا. چیکار کن؟ اگر یه چیز داشتیم به نام درتی، اگر درتی معادل اون طلوع شده بود،
اگه دلتیش طلوع شده بود، در اون صورت ریترن کن. خب اینجا نگاه کنید، اینا کلیدشه، این ولیوشه. ولیوش چیه؟ یه آرایه است، یعنی امکان داره چند تا خطا داشته باشم من. خب میام چیکار میکنم؟ رو کل اون خطا یه دونه دور مپ میزنم. کوش اینا، میام روی اون ارورها، ارورز، کنترل، رو مپ میزنم. به ازای هر ارور یه دونه چی میکنم؟ ریترن میکنم ال آی، یا ال آی ریترن میکنم و به هر کدوم یه دونه کلید میدم. کلیدش هم میذارم همون اروره. خود اون ارور هم اینجا نمایش میدم. ارور میاد. خب این از این. اگر هم هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده بود، خب یعنی هیچ خطایی رخ نداده بود، چیکار میکنم در اون صورت؟ در اون صورت اینجا یه else می نویسم، یعنی خطای رخ نداده بود. در اون صورت ریترن بکن یه دونه استرینگ خالی، هیچ خطایی رخ نداده. خب اوکیه. آره اوکیه. خب این از ولیدیشنم و نمایش پیغام. حالا میخوام یه حرکتی بزنم. میخواستم این خودش ولیدیشن بکنه، ولی خب اشتباهه به نظرم. یه دکمه سابمیت این زیر اضافه میکنم که وقتی دکمه سابمیت رو میزنه ولیدیشن انجام بشه. خب میام چیکار میکنم؟ میام این تای تای پروژه هم. خب این کجا تموم میشه بچه ها؟ این اینجا تموم میشه، درسته؟ خب یه دیوه دیگه میام پایین تر، اینجا این میشه دیوه چی؟ کارت بادی، درسته؟ از این بادیه میام بیرون، اینجا از این بادیه میام بیرون، اینجا یه کامنت میذارم، اسمشو میذارم فوتر. این فوتر صفحه و یه کامنت دیگه میذارم end of فوتر. خب تو فوترم میخوام یه دونه پیغام نمایش بدم با یه دونه دکمه ریجستر بذارم. کارت فوتر تکس سنتر، یه دیو میذارم با کلاس m-1، داخلش اون مسیج همون نمایش میدم. یه مسیج داشتم، یه استیت مسیج. بعد یه دیو دیگه میذارم اینجا، داخلش باتن تعریف میکنم با کلاس نیم btn، btn داش پرایمری m-2. و داخلش چی می نویسم؟ ریجستر. ریجستر. خب یه متد آن کلیک هم روی این بچه تعریف میکنم. یه متد آن کلیک هم روی این تعریف میکنم. آن کلیک مساویه. میگه وقتی روی این کلیک شد یه فانکشنی فراخونی میشه به نام آن ریجستر کلیک. حالا بریم اینو بنویسم. خب خب میام بالا این فانکشن رو بنویسم. کجا باید بنویسم؟ بعد از اینجا، اینجا بنویسم. const خب یه وریبل تعریف میکنم به نام dirty data. dirty data مساوی میذارم با اون dirty که اول داشتیم. یه دونه یادتون باشه دیرتی تعریف کرده بودم. خب وقتی دکمه سابمیت زده میشه میگم برو تمام اون دیرتی رو ترو بکن. یادتون باشه همه فالس بود، همه فالس بود. تا اینا فالس باشن ولیدیشن انجام نمیشه بچه ها. توی تاب ولیدیشن یادتون باشه، نیا کنید توی ولیدیشن من همه جا شرطت چک کردن رو گذاشتم. چی؟ کو ولیدیشن
ولیدیت کجا نوشته بچه؟ اینا توی ولیدیشن راجب دیتی هم صحبت کردم. بذار دارم پیداش کنم. یه جور راجع به دیتی صحبت کردم یادم نمیاد کجا بود. اشکال نداره. پیداش میکنم. خب میام اینجا. این چیه بچه ها؟ یه آبجکت بزرگ دیگه درسته؟ میگم برو روی این آبجکت کیز درتی چه اسم میذارم همش. میگم برو روی این دات فور ایچ رو هر کدوم از اون کنترولاش یه لوپ بزن دیرتی دیتا کنترل اینو چیکار کن؟ بکن تو رو همه رو بکن تو رو در نهایت چیکار کن؟ ست دیرتی رو فراخونی کن این دیرتی دیتا رو بریز داخلش اونه که طول شدن رو بریز داخلش خب اینا بچه دیرتی رو پیدا کردم موقعی که میخواستم پیغام خطا رو نمایش بدم اون بالا شرطم برای نمایش پیغام خطا این بود که دلتی معادلش طول شده باشه یعنی تو شما دکمه سابمیت رو نزنید پیغام خطا رو اون بالا نمیبینید ولیدیشنه داره انجام میشه بچه ها ولیدیشنه هر لحظه داره انجام میشه اما پیغام خطا رو این بالا نشون نمیده تا زمانی که دکمه ریجستر رو من نزنم دکمه ریجستر رو بزنم پیغام خطا رو این بالا میبینم چون این باعث میشه که دلتی طول بشه اینو دنبالش بودم که پیدا کردم همچنین بعد از اینکه set dirty رو کردم تو رو فانکشن validate هم فراخونه میکنم validate پس دکمه ثابت رو که میزنم همه dirty ها رو میکنه تو رو که اگر validate انجام شد خطایی وجود داشت اون بالا نمایش بده خیلی خوب میخواستم کلش رو تو یه ویدیو انجام بدم ولی خیلی طولانی میشه بریم بیام جلسه بعدی ادامه ولیدیشن ریجستر رو با هم دیگه انجام میدیم فعلا خداست